مذاکرات نمایندگان بیش از 50 تن از چهره‌های مطرح افغانستان با اعضای طالبان در قطر با صدور بیانیه مشترک و توافق در زمینه پایان دادن به تلفات انسانی و همچنین در پیش گرفتن رویکردی مثبت در مذاکرات جاری میان آمریکا و طالبان به پایان رسید. میزبانی مذاکرات را آلمان و قطر به طور مشترک در دوحه پایتخت قطر بر عهده داشتند. جزئیات بیشتر در گزارش پروانه هدایت. گرد همایی سیاستمداران و فعالان جامعه مدنی افغانستان با نمایندگان طالبان در دوحه قطر پس از 2 روز مذاکرات طولانی با این جمع‌بندی به پایان رسید که میزان تلفات انسانی در آن کشور باید به 0 برسد. همه طرف‌ها در این مورد توافق داشتند که لازمه رسیدن به یک صلح فراگیر، دائم و معتبر فقط با مشارکت و توافق همه شهروندان افغانستان میسر خواهد شد. این یک گفتگوی رسمی نیست، هرگز نبوده. اینها همه تعهدات اخلاقی هستند. هدف کلی مذاکرات کاهش تلفات انسانی و عقب نشینی همه نیروهای خارجی از افغانستان است. مشخص کردن اهدافی که دو طرف را از حمله به آنها ممنوع کرده است. این اهداف کلیه اماکن عمومی از جمله مراکز آموزشی، مدارس، بیمارستان‌ها، بازار خرید، سدها و مناطق مسکونی را شامل می‌شود. بیانیه میگوید حقوق زنان افغان در تمامی عرصه‌های سیاست، اجتماع، اقتصاد، آموزش، امور فرهنگی در چارچوب اصول و ارزش‌های اسلامی باید تضمین شود. بیانیه همچنین بر آزادی بی قید و شرط اسرای سالمند، معلول و بیمار از سوی هر دو طرف دولت افغانستان و طالبان تاکید کرده است. حل سیاسی یضمن تحقیق السلام. جمع‌بندی موفقیت‌آمیز این نشست 2 روزه همزمان بوده است با مذاکرات جداگانه‌ای که در همان شهر میان نمایندگان ایالات متحده به سرپرستی زالمای خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا و طالبان برگزار شد. موضوع اصلی این بحث‌ها تعیین یک جدول زمانی برای خروج همه سربازان خارجی از خاک افغانستان است و اینکه چگونه می‌توان خاک افغانستان را از تروریسم دور نگه داشت. پروانه هدایت، صدای آمریکا.